شما تو دوره انتخابی جام ملت بازی کرد. بله. ولی خب برای جام ملت ها انتخاب نشد. بله. میگم یه نظر چیزی که مشخصه اینه که ضربه‌ای هم به فوتبال می‌زد. من اصلا کلاً تنها فوتبالیست هم که موقعی که به استقلال اومدم 20 سالم بود گفتن جوونه، موقعی که جدا شدم 26 سالم بود گفتن دیگه پیر شده. من همین الانش هم وقتی میشینم خاطرات رو خاطره تعریف میکنم، من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که از تیم ملی تو 24-25 سالگی حذف شدم. ببین من فیکس تیم ملی بودم تو مقدماتی جام ملت‌های 96، درسته؟ یک ماه بعدش هم نهایی بوده توی امارات، درسته؟ من بازیکن فیکس مقدماتی که بازیکن استقلالم بودم، محسنم که نبودم که، درسته؟ بازیکن فیکس استقلالم بودم. تو مرحله نهایی من نبودم. خب منم الان نمیدونم. من حذف شدم، ولی چیا پشتش بوده که من حذف شدم و من نمیدونم. برای اینکه من نمیدونم، فقط اینو میدونم تو مقدماتی فقط از استقلال من بازی میکردم فیکس، تو نهاییش فقط علی منصوریان بازی کرد، استقلالی نبود. یه بخشش به خاطر اینکه تایم مجبان علاقه به پرسپولیس داره. ببین من دارم میگم فوتبال ایران مدیون محمد مایلی کهنه، اون که اصلا شکی درش نیست، ولی من ضربه خیلی سنگینی خوردم. ببین نفهم کنید به خاطر اینکه شما بازیکن استقلال و آقای مایلی کهنه نگاه پرسپولیسی داشتش، نه فقط شما، همه بازیکن استقلال تابانی بوده. ببین من الان دیگه گذشته ها گذشته دیگه، من نمیدونم که چی باید بگم، ولی فقط اینو میدونم که خداداد عزیزی بهترین بازیکن کجا شد؟ جام ملت‌های آسیا تو 96 شد دیگه، درسته؟ قبل 96 خدادادی کجا بود؟ قبلش کجا بود؟ تو کجا بازی می‌کرد؟ تیم ملی بود اصلا؟ شماره 11 مگه تن خدادادی نبود؟ قبل خدادادی تن کی بود؟ تن من بود دیگه. یک ماه قبلش مقدماتی جام جهانی، مقدمات جام ملت‌ها من 11 تیم ملی تن من بود. یک ماه بعدش ملت‌های نهاییش بود که تو امارات دیگه، من خط خورده بودم نبودم. 11 که تن من بود، تن خدادادی خیلی بازیکن تواناییه و چهره شد، رفت بهترین بازیکن اون تورنمنت شد، بهترین بازیکن آسیا شد. شاید منم شاید دیگه فوتبال هر اتفاقی میفته، شاید اون تن اگه منم بودم شاید این اتفاق واسه من میافتاد، ولی این اتفاق نیافتاد و این باعث شد که من یک ذره دلزده. اون موقع مثل الان نبود که بزرگتر داشته باشه، ایجنت باشه، راهنماییت کنن، نمیدونم کمکت کنن که برگردی. اختلاف قاعده اجازی که میگید دلیلش بازی نکردن بود، یعنی کمتر بازی کردن؟ اتفاقا من اصلا دلیل بازی نکردن، من بازیکن فیکس ناصر اجازی هم بودم، اصلا دلیل بازی نکردن نبود. بازی کردن اون ناصر اجازی، خدا بیامون ناصر اجازی خیلی حسنای خوبی داشت، درسته؟ یه حسن اون موقع الان که فکر کنم ماشاءالله همه مربی‌ها اینجوری شدن، دهنبین شدن. اون موقع ما مثلا اون دهنبین بودنش یه ذره اذیت میکرد و قد بودن ما، ببین ما الان اگه الان بود هرچی به من میگفت شاید هم اشتباه هم بود، شاید چشامو میبستم اصلا گوش نمیکردم، یا یه مصلحتی ببخشید معذرت میخوام، اتفاق نمیفته که من یه ببخشید معذرت میگفتم شاید کلا زندگی فوتبالی من عوض میشد. ببخشید اشتباه کردم. میخیتاریان شما آوردینش استقلال پس از دوره مرغابی دیدنش نپسندیده، همچین چیز نداره. نه اصلا ساعت نداره. ببین میخیتاریان اون موقع که من یه آقای مرفاوی سرمربی تیم مثل کرمان بود، من دفاع وسط تیم ملی ارمنستان رو آوردم برای مثل کرمان که ما هم موقع آقای مرفاوی بود که برش داشت قراردادش هم بستن، بعد سقف 350 میلیون تومانی گذاشته بودن اگه یادتون باشه، مثلا 350 میلیون تومان میشه 350 هزار دلار، دلار هزار تومان بود.
بعد من با مسئولای مدیر فنی کمیته فنی هاشی که چیز اینا دنبال پلی میکر میگشتن راسته؟ من گفتم آقای فلانی این بازیکن تیم ملی امید ارمنستان خیلی با کیفیته، تو لیگ ارمنستان بازی میکنه، 20 سالش هم بیشتر نیست. من میگم هنریک میخیتاریان اون موقع امروزه این نبود که اون موقع اصلا اسمش باباش هم نمیشناخته شد اصلا اون موقع، ولی به عنوانی که من فوتبالی هم کیفیتشو میدونستم. حالا بعد این صحبت یه مثالی هم میزنم واسه، ولی من پیشنهاد دادم گفتم آقا خیلی هم ارزونه، زیر 200,000 تا یا 200 میلیون تومان میشه اینو آورد، آینده داره خوبه. گفتم آقا نه این به درد ما نمیخوره، مثلا لیگ مثلا زیر 21 سال اصلا ارمنستان لیگش چیه که بازیکناش چی باشه؟ استقلال بین میخواسته با سجاد حسینی ببنده، بعد تو هرایه رو بهشون پیشنهاد میکنی و همین هرایه رو از سری قبول میکنه و سجاد کنسلی بهشون سر داره. ببینید من روزی که با فیلماش 90 دقیقه یا نه که هایلایت کنم، مثل آقایون هایلایت میکنن میبرن میگن آقا نگاه کنین چقدر خوبه، بعد دور و بریاش میگن اینو ببین چه کار میکنی، ببین چه لایی انداخ اینا، من 8 تا 90 دقیقه‌ای بردم. گفتم امیر خان یه بازیکن دفاع وسط دارم مثلا، گفت خوبه فلان، گفتم آره خوبه. گفتم امیر خان حرف منم گوش نکن، 8 تا 90 دقیقه‌ای فیلم رو هر کدومش رو میخوایی نگاه کن، مثلا 90 دقیقه هست یعنی ضعفاش هم نگاه کن، یعنی چیزاش هم نگاه کن، اسمش یعنی حسناش هم نگاه کن، بعد مثلا آقا بعد این کمکاش هم اونجا بودن، خب نگاه کردم و تو وقتی دید مثلا به دردش میخوره خوبه، گفت باشه. روک و راست به من گفت، گفت آقا من این بازیکن ازت میگیرم ولی با قراردادش چقدر میبندی، چقدر بهت میدن، میدن نمیدمش کاری ندارم، فقط به عنوان اینکه من این بازیکن از رو تواناییاش اینو میبنده، آقا من اوکیش میدم که اینو میخوام، تموم شد. بعد به آقای جویباری گفت، خب اگه یادش من باشه سید جلال حسینی از قطر به مشکل خورده بود درسته، میخواست بیاد پرس باید برانکا هم که من اینو نمیخوام، نمیخواستش دیگه، اونم به خاطر لجبازی میخواست، خب کجا بهتر یه بازیکن یه بازیکن پرس به استقلال بیاد، بازیکن استقلال به پرسپولیس بره دیگه، این دوست داشت به استقلال بیاد. شاید اون مالی شرط مالیش که زیاد بود، مالیشون کم بود باعث شد که مقدر دیدن که مثلا یه ذره مالی سنگینه و که مثلا خب خیلی فرق میکنه با چیز، مثلا گفت آقا جان دیگه نمیخواد مذاکره متحقق بشه، که من صحبت کردم خب بعدش هم این پسر هرایی اومد به استقلال، آقای جسته جلال حسینی هم رفت نفل تهران که بعد نفل تهران و علی منصوریان اومد به پرسپولیس که سالها یکی از بهترین دفاع وسط های ایران بوده به همین راحتی.